روز چهارشنبه هفته جاری یعنی تاریخ 24 اسد 3 سال از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان گذشت. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه گفته که طی 3 سال گذشته امارت اسلامی در حوزه سیاست خارجی دستاوردهای خوبی داشته است. آقای متقی افزوده که نزدیک به 40 نمایندگی و سفارت افغانستان در شماری از کشورهای جهان قراردادهای پروژه‌های بزرگ و نشست‌های مقامات امارت اسلامی با نمایندگان کشورها نشان دهنده تعامل خوب و روابط سیاسی امارت اسلامی و مقدمه بر رسمیت شناسی می باشد. از سوی دیگر سرپرست وزارت دفاع نیز گفته که برای پایداری نظام باید تبعیض و تعصب ریشه‌کن و به مشکلات شهروندان رسیدگی شود. معاون سیاسی ریاست الوزراء در مراسمی به مناسبت 3 سالگرد پیروزی امارت اسلامی در میدان هوایی بگرام گفت که حکومت سرپرست به هیچ کسی اجازه مداخله در امور داخلی کشور را نمی‌دهد و خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. و یک بار دیگر تأکید کرد که امارت اسلامی خواهان تعامل مثبت با تمام کشورهای جهان است. سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه ترجمان سیاسی از راه فردا خوش آمدید. ارزیابی حاکمیت 3 ساله امارت اسلامی در افغانستان، دست انتظارات چی بود و دستاوردها چیست؟ این موضوع بحث برنامه ترجمان سیاسی این هفته از راه فرداست. در این مورد در خدمت جناب آقای محمد آصف وردک، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای عبدالحق حماد، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. مهمانان عزیز، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید. خوش. از جناب وردک صاحب شروع می‌کنیم بحث. آقای وردک صاحب، 3 سال از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان گذشت. اگر خیلی کوتاه و اجمالی بفرمایید که این 3 سال چگونه گذشت؟ ده سیفن جلال شانه هو پنامه نومی تاسو استاس امکرانو استاسو درون من جناب احمد سیفن در احساس دیر و قدر منو کتون کت سلام او درنوی ببینین افغانستان 3 سال مطرح نمی کنیم. ما شما 45 سال است که در خون شنا می کنیم، 45 سال است که قربانی می کنیم. 2 استعمار لعنتی به اینجا ما شما زنده شاید هستیم. تاریخ بگذاریم که 3 دفعه انگلیس چیکار، جنگی چیکار، دوربانه، همین چیزی که با چشم سر خود دیدیم و ما شخصا شاهد هستیم. و میلیون شهید داد استعمار سرخ، بیرقای سرخ بود، و را بود، یک وحشت بود، بربریت بود، و این ملت قهرمان مجاهد از شرف و ناموس دفاع میکنه. سلام به عظمت شاه. بعد از این استعمار سیاهی تامه، خب میفهمی چی شد؟ غیر از بم، غیر از دیگر، من یک مزاق کنم و دکات مزاق نکنم با شکر در بیشه، اما بم بوبوی خدا سر پاندا منطقه حال اطفال کدش مهید است دیگر، کدام فابریکه، کدام بنده، کدام چیزه. چرا؟ ملک اشغال بود و استعمار و بسار استعمار قوی لعنفی، مگرم با غرور و فرهنگ افغانی ها روبرو بودن. بی غریب خدای کره، بی غیرت چاک غریب خواست طرف خداوند است. مگرم افغان ها تاریخ دارد، وقتی 5000 سال تاریخ دعوا داریم خود یک چیزی بوده، وقتی که خودت امپراتوری داشتی از هند تا کجاره امریکا مستعمره انگلیس ها بود، یعنی نوکرش بود، حالا امریکاش خوره با ما میگذاره. و امارت دمی 45 سال روس خوبوت بود، امریکا به این شکل بود، بالاخره به هر شکلی بود امارت آنها. امارت من مامور امارت نیستم، من 60 سال آدم هستم، برای من سن تقاعدم است و 45-50 سال است مبارزه میکنم. من در جایی که موقف ملی باشه و اونجا تعریف های غرور انسانی و اسلامی ملت باشه، من پروای هیچ کس ندارم، از خدا ندارم. یک تعداد میگریزن، من با سر من خوش نمیخورم، میگه اگر خائن نیستی چرا خائف هستی؟ درست است نیست؟ این حاله که او بگرست و بگرست خیواتن میکرد حیثیت ناموس داره، حیثیت ناموسه که داره خیلی چرا اعلامی که خب یکی مدیز مجبوریت و غیره و غیره. خب فکر کنم مردم میفهمند که من چی میگو. برکتیم امارت نمیتانه از آسمان تا نشدن، یام تو نیست که مثل مخشماور انسان هستن از حق دیر نشوید امنیت گرفته یا نیم. با یک تلفن که کمک مقبول می بودم پول باقو می رفتم می تانستی؟ نه. ولایت رفتم می تانستی؟ نه. امنیت نبود.
ما به چشم سر عالم میبینیم، شاهد هستیم، خدایی بگیره بگوییم امنیت هست. ما قندوز میرم، اینجا زمین دارم، وردک میرم، در کابل میرم، من حال اینجا آمدیم هیچ وقت بدون سلام نمیگشتم، حالا ندارم سلام، اما قلم ما میادم رفته بود باز یاداشت داره مکومت کنه. این حال ماست. بعضی کار را کردن که امو ارواح شهید داوتان تا آرام ساخت، پروژه‌ای که 50-60 سال که من بایست یک سخنگوی نتاق رادیو بودم که مضمون میخواندم، او پروژه را بالا ریکارد آمدن دقیقا وقت پروژه شد خوشتفانه نه او نه او ده ها تایی بگیش سر سر کار میکنه دیگه میکنه دیگه. بله یکمک موقعی برش بتین یام از آسمان تا نشدن که 45 سال گندگی دو استعمار سرخ لعنتی سیاهی لعنتی را یا در 2-3 سال آباد کنن، در 10 سال بلده جورش کنن. مگرم طرف جور شدن روان استن و ما باید همکاری کنیم و یکی جانت اخلاقی داشته باشه آزادی بیان، یکی بد اخلاقی بیان است که مردم میبینی فیسبوک های یکی آزادی بیان که موقف اسلامی بگیری، یک موقف بگیری که با فرهنگ اسلامی در تکر نباشه، با منافع ملی در تکر نباشه، انسانیت واضح اعتراض کو بگو برش که چی شود. و من فکر میکنم که آساستا یک چیز است که کار بله اهل کار بتن من یک انتقادی که من فعلا دارم فرزن موقت بخیر نقوار میمسته همکار چیز است شخصیت علمی است مسلمان براسی یک عالم دین است که تفسیر شریف قرآن میشانه چیز میکنم موقت ترکل موقت چی؟ یک ماه، شش ماه، یک سال، دو سال، سه سال موقت او برای در کابینه تیلان کن و دیگه هم همسایه ما همه شمول و اینم تو همه شمول هستی و یه بلوچ هست، کرده هست که مچون کی هست، عرب هست، سونی هست، دگر هست، دگر هست یک وزیرش نشان بکنی ما خدا رو یا بلند رتبه یا کم رتبه از کل ولایت از هر قوم در کابینه وزیر است، یا قوم مجاهده که وردک است که به زور وردک کابل هم گرفتن ما وزیر ندارم مبخشن ما وزیر ندارم گله میکنم. بله طرف خوب پیش میریم، یعنی آستاستا سرکا جور میشه، بندات جور میشه، زراعت، امنیت مهم، امنیت است ایره گرفتن. و یک چیزی که دیگه دارم دو چیز که یکی بیشتر گفتم بله و دیگه قانون اساسی نداره ببخشید من بله. من هست یک شاگرد جورنالیزم درست. شاگرد حقوق از همین آدرس که همین توضیحات را میفرمایین آقای وردک صاحب به عنوان یک آگاه امور رسانه‌ای، فعال رسانه‌ای، کسی که به عنوان یک خبرنگار پیشکسوت در وطن کار کردین، از مزایای مثبت هم پرداختین، امنیت تامین است، پروژه‌های بزرگ اقتصادی در حال اجراست، در پیش رفتن است و یک سری گلایه‌ها و انتقادات را مطرح کردین، از جمله‌ای که تا هنوزم حکومت سرپرست است کابینه. من شاگرد حقوق هم هستم. بله. چیزی نمی‌فهمم، جواب ندارم، فعال باشه یاد دارم. 60 سال تو چکم راستم. فکر می‌کنین چرا هنوزم کابینه سرپرست است؟ این اساسی نداره. یک نفر معتبر امارت بخواید، من پری روز جلسه بودم که معاون سیاسی ریاست الوزراء اونجا شیشته بود. درست. من راست بگم بسیار خوشم آمد. آدم با فهم بود، عالم بود، بسیار با منطق اسلامی و افغانی گپ می‌زد. به توی کس را بخواهیم سوال کنین، من را بخواهیم. بسیار ما برش بگویم. بسیار تشکر. من امیال گپه که میزنم فعلا مصاحبه داریم رای درست من همین فهم که کدام جمله در داخل چوکات قانون هست، یعنی چون قانون ندارم هم به قانون گپ میزنم تا وکر کردن و کل خواهدن سید یک مذاق بود. بسیار تشکر وردک صاحب. حماسه بسیار خوش آمدین. دیدگاه کلی شما نسبت به این 3 ساله که گذشت چی هست و فکر میکنین امارت اسلامی در این در حوزه سیاست مشخصا تا هنوز چه دستاوردهای مهمی داشته؟ بسم الله و صلاة و سلام علی رسول الله. جناب رحمتی صاحب و شما و جناب بزرگ ما شما وردک صاحب و همه بیننده ها و شنونده شما رو سلام میگیم. اگر ما و شما یک بحث مقایسه ای بکنیم انشاءالله به یک نتیجه خوب میرسیم. علمای تاریخ که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه قبل از اینکه به اصلی بحث
تولد رسول الله صلی الله علیه و آله بپردازه، اول از زمان جاهلیت صحبت میکنه. بله، بسترسازی میشه. بله، باز میگه هر عالمی که روی بخش نوشته کرده، اونا میگه که شما وقتی که یک نعمت میخواین که ببینین و معرفی شوین و ارزشتش بفهمین، اول قبل از او حالت یاد کنین که قبل از او چی حالت بود و بعد از او چی تغییر آمدن. ما شما اگر قبل از سه سال گذشته او حالت یاد کنیم و بعد از او این سه سال مقایسه بکنیم، یک تفاوت بسیار بزرگ هستن. از هر لحاظ اگر ما شما مقایسه بکنیم، از لحاظ امنیت جناب واردک سه اشاره داشتن که مردم نه سرش محفوظ بود، نه مالش محفوظ بود، نه عزتش محفوظ بود، نه هر چیزی ارزشایی که بودن و حتی دینش محفوظ نبودن. ولی الحمدلله بعد از آمدن امارات اسلامی در این سه سال ما شما دیدیم که روز به روز در بخش امنیت پیشرفت شده. سال اول ما شما بعضی مشکلاتی داشتیم، اختطافا بودن، بعضی جنگا بودن در داخل از طرف داعش و غیره و غیره، ولی بعد از مرور سه سال الحمدلله کل چیزا تقریبا به صفر رسیده. امیر، اگر ما شما مقایسه بکنیم که در هر قریه اگر یک جنازه می آمدن، کل قریه در او غمگین می شدن، متاثر می شدن و یعنی به کشتن یک نفر تقریبا 25 و 30 و 40 و 50 و چند نفر به سرپرست می شدن. او حالت تغییر شدن الحمدلله. از لحاظ سیاسی، سیاست داخلی و سیاست خارجی را ما می خواهیم اشاره بکنیم. در سیاست داخلی ما و شما یک حکومت داشتیم که اصلا حکومت نبود، یک ملوک طایفی بود، هر ولایت یک افلاطونی خود داشتن. همین خود داخل کابل بین چند افلاطونا تقسیم شده بود، شرق و غرب و جنوب و شمال و کدام ناحیه و کدام، یعنی هر کس در این ساحه خودش یک فرعونی بزرگ بودن. بدون باج دادن کسی نمیتونستن یک خشت سر دیگه بمانه. در داخل حکومتداری به او حالت بود که رئیس جمهوری او وقت نمیتونستن یک والی یک ولایتی سیوم رتبه را، یعنی ولایت فاریاب تغییر بده، یکی والی مزار و والی دیگه، او خود گفت بسیار مشکل بودن. و حکومت بین اقوام و بین احزاب و یک رقم تقسیم شده بود که هر کس در سهم خود چیزی که میتونستن او را میکردن، چی دزدی که میتونستن او را میکردن، چی پروژایی که میتونستن دو فساد بکنن میتونستن. سیاست داخلیشی بود. سیاست خارجی ما این بود که ما با کشورهای همسایه در جنگ بودیم، هم با کشورهای منطقه در جنگ بودیم، هم افغانستان میدانی جنگ شرق و غرب شده بودن به خاطر سیاست نادرست ما. به خاطری چون سیاست ما این بود که ما از ارزش ها و از امنیت نیویورک و واشنگتن حفاظت بکنیم. رئیس جمهوری کشور، رئیس قوای مسلح افغانستان علل اعلان می گفتن که ما در خط اول دفاع از واشنگتن و نیویورک هستیم. پس این دیگه نتیجه چی خواهد بوده؟ او را ما شما دیدیم. از لحاظ حکومت داری اگر بگویم، حکومت داری در او وقت ما شما می دیدیم که ما شما در کتگوری اول به سطح جهان در فساد قرار داشتیم. در کتگوری اول فساد اداری، فساد اداری آن قدر بود که از رئیس جمهور گرفته تا یک پیاده حکومت به اندازه خود فساد میکردن. ولی الحمدلله آلی ما و شما در یک طور حالت هستیم که ما و شما بودجه داخلی از منابع و از عایدات داخلی پوره میکنیم. این به معنی هستن که فساد از بین رفته. اگر فساد می بودن، ما و شما این پروژه های بزرگ، این معاشات و این مصارف اداری و این چیزا را از کجا می کردیم؟ بس از هر لحاظ اگر ما و شما ببینیم، فعلا سیاست امارات اسلامی در قبال امسایه، اگر ما ببینیم با همه امسایه، شش امسایه ما داریم، با همه امسایه ما و شما الحمدلله رابطه بسیار خوب داریم. با ایران، با پاکستان،
با چین، با ازبکستان، با تاجیکستان. شما میدونید که با تاجیکستان ما شما فعلا در مذاکرات هستیم. الحمدلله یک پیشرفت بزرگ هستیم که 9 در می هفته گذشته هیئت‌ها رفتن، رفت آمد شروع شده و تنها کشوری همسایه که ما شما داشتیم که امرای اونا ارتباط بود تاجیکستان، ولی الحمدلله علی ارتباطات برقرار شده و امید است که چیزی سوء تفاهمات که بوده او حل شده انشاءالله. با در سطح منطقه اگر ما شما صحبت بکنیم، با کشورهای منطقه ما شما رابط خوب داریم، با کشورهای جهان ما رابط خوب داریم. فعلا حکومت امارات اسلامی اسلام الاصل هستن، یعنی اصلی سیاست ما اسلام هستن، چیزی که اسلام دین ما اجازه میده به او اساس ما پیش میریم. یک، دوم اقتصاد محور هستن، سیوم متوازن هستن. ما در اختلافات نظامی و استخباراتی و امنیتی با هیچ طرف چیز نمیشیم، یک جای نمیشیم که مقابل دیگر استاد شویم، ما بی‌طرف هستیم. ولی در مسائل اقتصادی و سیاسی ما با همه جهانیان ارتباطات خوب داریم و پالیسی امارات اسلامی اینمی هستن. واسه اگر ما شما اینمی مسائل عمده را ما شما فکر بکنیم، الحمدلله تحولی بسیار بزرگ آمده، تحولی بسیار بزرگ و تحولی مثبت آمده در داخل کشور. با وجود این که ما و شما با تحریم‌های اقتصادی مواجه هستیم، با تحریم‌های سیاسی مواجه هستیم، با فشارهای گوناگون تبلیغاتی و استخباراتی مواجه هستیم، ولی باز هم امارات اسلامی تانسته که در هر بخش پیشرفت بسیار خوب، در بخش اقتصادی ما پروژه‌های بسیار بزرگ داشتیم، در بخش امنیتی الحمدلله استحکام آمده. بعد از اول فکر این می بود که امارات اسلامی شاید تا 6 ماه دوام پیدا کنه، بعد از اون از بین میره. الحمدلله 3 سال تیر شده هنوزم مستحکمتر و محکمتر میشه، قویتر میشه. و در بخش کمک ها به مردم، تنها وزارت شهدا و معلولین در 3 سال گذشته تقریبا 30 میلیارد افغانی کمک کرده با یتیما و بیوزنا، که در تاریخ افغانستان مثال نداره. 30 میلیارد دلار، یعنی 30,000 میلیون دلار با مردم بیچاره کمک شده. به این بودجه اندک، بودجه قابل ملاحظه است که این کمک ها صورت گرفته. با توجه به این تحولات مثبت و این دستاورد هایی که شما اشاره کردین حماد سب، فکر میکنین خب چرا تا هنوز پول های بلوکه شده افغانستان آزاد نشده و تحریم های سفر برطرف نشده؟ اگر ما از این ناحیه صحبت بکنیم که با وجود این که ما شما با تحریم های بانکی روبروی هستیم، ولی بازم پول ما شما همچنان بلوکه شده، یا پیسه ما شما افغانی ما شما ثابت هستن، ثبات پولی داریم ما شما. یک دستاورد بسیار کلان هستن که حتی یک مثال هستن. او روز در بنگلادش که انقلاب آمدن، بزرگای بنگلادش با می انقلابین توصیه کردن که شما یک بار برین پیش طالبا، پیش امارات اسلامی برین، از اونا بیاموزین که اونا چه رقم در می حالت بد حکومت درست کردن و نظم آوردن، ثبات پولی آوردن و با جهانیان ارتباط جور کردن، امن آوردن و دیگه چیزا. یعنی به صفت مثال ما یاد میشم، الحمدلله یک سوار بسیار بزرگ است. یکی چرا پولی منجمد شده افغانستان ریحان میشه، یک موضوع سیاسی هستن. با امی پول پیش کسی که هستن، پیش اونا ما 20 سال جنگ کردیم، 20 سال او را در دانش زدیم، جنگ کردیم ما برایشان و بسیار با یک شکست بی‌شرمانه اونا را از کشور خارج کردیم. کی دل اونا میشه که پول ما را بده؟ شاید اگر اونا بتونم پولی که ما داریم میرم دزدی کنه از ما و شما، ولی این وقت کار داره که بعد از مرور زمان ارتباطات خوب شد. چون امارت اسلامی در صحنه جنگ خوب جنگ میکنه، درست، ولی در صحنه سیاست باز خوب سیاست هم میکنه. فعلا ما در صحنه سیاست هستیم، امرای خود امریکایی که ما 20 سال امرایش جنگ کردیم، فعلا ما دروازه را باز ساختیم برشان، دروازه گفتگو و سیاست و دیپلماسی. حتی یک دفتری جداگانه برشان جور کردیم در قطر که شما اگر افغانستان نمیایین اینجا خجالت میکشین که افغانستان بیاییم به صفت یک چیز، برین اونجا در یک کشور سیومین امرای ما بشینیم، ما امرایتان میشینیم. یعنی ما هم منطقی جنگ یاد داریم، هم منطقی دیپلماسی و سیاست یاد داریم،
هم منطقی دوستی و رفاقت داریم. در هر بخش که اینا میخوایم ما پیش برو، ما میتونم روشن پیش بریم، ولی این کلی چیزا وقت کار داره. 20 سال جنگ شده، امید است که در چند سال آینده ما با همه جهانیان ارتباطات خوب داشته باشیم و این چیزی مشکلاتی که مانده این به زودترین وقت انشاءالله حل شد. بسیار خوب، تشکر حماد صاحب. جناب وردک صاحب، همونطور که آقای حماد به شکل تفصیلی و اجمالی و کلی یک توضیحات مقایسه‌ای بین حکومت گذشته و 3 سال حکومت امارت اسلامی را مفصلا توضیح داد، فکر میکنین به نظر شما، چون اصل بحث ما ارزیابی این 3 سال حاکمیت است در افغانستان، طی این 3 سال امارت اسلامی چه فرصت‌هایی را از دست داده، چه کارهایی را میتونست انجام بده که نداده؟ بگوشت، من پیشترم خدمتان گفتم که برازیا یک تراژدی 45-50 سال دو استعمار لعنتی مانده و ایره اگه ما بگویم که ترف دو 3 سال 5 سال 10 سال ولاده پاکش کنه، خب ما افغانستیم به زندگی زمان بیشتر کار داره. بله. ویرانی خوب بسیار آسان است، تعمیر است، یک دو تا بامد از زیر تاده و اشبان گرم برو، من وقتی که آبادش میکنی تاده و میخوایه باسنکاری میخوایه اینه تا 20 مندل بالا میکنی این وقت میخوایه. و در بعضی چیزای من چون شاهد ای نیستم، جناب حماد صاحب به او اشاره که در بعض مواردش من رایش نظر موافق دارم. من پشت کامره هیچ وقت نگفتم ریاست جمهوری افغانستان، همیشه گفتم شرکت سهامی افغانستان و شرکت سهامی بود ببخشید، حالی نمیگم، خوب هم نیست، من میشمون به غیرتیست، او وقت میگفتم پشت کامره میگفتم کستایم هست، حتی ممکن در آرشیف شما باشه، یک رئیس جمهور بود، سفیدار دیگر رئیس جمهور بود، در مزار دیگر رئیس جمهور، رئیس جمهور بیچاره گوهی را مقرر کردن، همه تانست از اونجا پس هم رای لغت میزد. ما این را میدیدیم فساد اداری به اوجش رسیده بود. دیاینم تو من ایسی یک مسلمان افغان صحبت کنه، این طرف تره به حکم وجدان هر دوی ما شاعر استیم. من خوب به یاد دارم در جوانی من در کل کابل دو تا بلند منزل نبود، اما جای 20 سال تیری ما سینمای چیز بشاره نبود، آریانا پسند روز شده بودی کابل ما بود. حال تو برد برای یه از کجا شد بساط اداری در یکی نان خوردن نداشت، برای طفل نان خشک شود یک نان خشک ببر نبود، دیگه ما بین و یا شیج در تاجکستان و غیره و غیره بود. این خود ما دیدیم و ما او وقتا مبارزه کردیم، حالا میکنیم، حالا مگه من بفهمم که ببخشید امارت اسلامی بعضی کارهایش خدا نخواسته، خدا نخواسته با فرهنگ اسلامی، با چیز موقف ملی افغانی ما در فکر است، من منعیسه یک مسلمان افغان این شهامت دارم که ما او رو پشت کمرا بگوییم، دیگه چیز کنه نمیتونیم، متوجه شدیم؟ باید میگفتن حقم است. چرا مسلک برای ما چی میگه؟ مسلک ما جورنالیزم یا حقوق، اول تعهدت است و مسلکت، یک از که با مسلک خود تعهد نداشت دیگه به مسلک شد، تعهدت است به ملتت که راست بگو و حقایق بگو، تعهدت است با خدایت. ما این چیز سه چیز بعضی میگه که اینجا تو راست آزادی بیان است، امیال این خب من انتقاد میکنم، یعنی هم یه آزادی بیان است چیست، یکی بد اخلاقی بیان است که مثل نفروز بکنه دو بزنی خود دیگه استفاده از آزادی بیان است دیگه. من تا جایی که میبینم، بعضی من نمیگم که نواقص نداره، من روحانیون چراغ یک جامعه است، در شوی نمی چراغ نداشته باشی چی میشه؟ تاریکیست نه؟ چی رو جنی چی میده؟ چراغ روحانیون چراغای جامعیت است. ما در گوش منمی مولوی صدی یا اینمی ملا صدی یا اینمی عالم دین در گوش مازان دادم، حال شکر کلمه میخوانم مسلمان استم، درست؟ مگر یک چیز دیگه میگه است که بعضی چیزها را ما باید بگوییم و برای بعض موارد اتو افراطی حرکت نکنیم. ما تراژدی افغانستان مد نظر بگیریم و یک چیز دیگه، خب ما پیشتر گفتم چرا حکومت ندارم با دست 3 سال یک مملکت در کل دنیا بدون قانون اساسی، یعنی چی؟ درست دیگه پیشتر هم اشاره دادم حکومت کابینه سرپرست خوب نیست، درست. و یک چیز دیگه هم هست که می قرآن ایمان آورده که تفسیر قرآن شدید ترجمه کردم تفسیر عالم دین پادیم شیشتر، بله، نگه اینم فرض است برای زن و مرد،
قرآن حکم کرده برد که اقرا، چرا دروازه اقرا رو بسته کردی؟ چی مشکل است؟ ما خواهش میکنیم من ایسی اگه افغان مسلمان ایره هر چی زودتر وعده دادن که دمیروزا دیروزا ما این سری سیاسی ها میده اشاره داد که حل میشه و یکم اکی وقت برید بکنیم ممکنی ها مشکلات داشته باشه منطقه در فعلا جهان کفار چی بانه رو برد گرفته و بانه درست هم گرفته تو نیه چیز است خود ملت هم چیز است اعتراض داره من قسم یاد میکنم پالین یک عالمی دین شیشته 99.9% خود طالبان میگه که دروازه مکتب ها باید چی شود من خوب بیاد دارم از جناب مجاهد صاحب که من بسیار برش احترام دارم سلام برش یک عالم یک افغان ملیگر هاست بسیار شکر سوار کرد که یعنی مکتب ها را چرا دروازه شد؟ چی وقت واز میکنه؟ گفت اگه من صلاحیت داشته باشم صبح وازش میکنم یعنی صلاحیت ندارم یعنی صلاحیت کرکس داره امیر ما خواهش میکنیم وزر میکنیم امی بانی کفارم پس کنه و اینجا قرن 21 زندگی میکنیم و من امیدوار هستم و یک چیز سر طالب هم نندازیم اون که طالب جای چیز کنه اشتباه کنه موقف میبی چیز من افغان ها این ملت باید از یک خرمش بگیره که سکوی کم خواتزی ما باید هم کاری کنیم این خاک خوتن هست طالب نیست خود تو هم اینجا تولید شده ما هم اینجا تولید شدیم خاک مگه حیثیت ناموس داره کلی چیز در گردن طالب هم نندازه ما چی میکنیم و یک چیز دیگه که خواهش میکنم آستا آستا اینجا پروفیسر های ما میره استاد های ما رفتم یعنی دپنتون ما کم بود که استاد داریم اول یا چرا میگریزم ما باید با مجرد اخلاقی میگیم که خائن نیه ولی خائفی نه نه زمینه نمی کاره یکمه که برای اهل کارم بسپاره یک عالم دینه سلام برش گفتم مره اونمو در گوش مازان داده که علی شکر مسلمان هستم ما چهار بار عملیات قلب کرده یه عالم دین مولوی سید میتونم قلب مره عملیات کنم؟ نه چش مره میتونم عملیات کنم؟ نه این خب مسلک هست و ما شکر داریم و نگذاریم که پرسنل مسلکی ما در گریز و پاسپورت خارج بره تشکر حماسه بیشتر به بهبود روابط افغانستان با تاجیکستان کمک اشاره کردیم که روابط نسبتا آغاز شده مشوره ها و مذاکرات در حال انجام است فکر میکنین بعد از این روابط افغانستان با جهان رسمی تر خواهد شد گسترش خواهد یافت ببینین رحمت سی محترم ما اگر به 3 سال گذشته امارات ببینیم از ابتدای امارات تا امروز ما در این بخش پیشرفت های بسیار بزرگ و خوبی داشتیم در روزای اول ما هیچ نمایندگی نداشتیم در خارج از کشور یعنی امارات اسلامی با هیچ یکی از سفارتخانه ها غیر از یک سفارت یا دو سفارت اصلا ما هیچ ارتباط نداشتیم فعلا بعد از مرور 3 سال ما سی و نو نمایندگی دیپلماتیک فعال ما ارتباط داریم سی و نو نمایندگی فعلا با امارات اسلامی ارتباط داره از اینجا اوامر میگیره احکام میگیره معاشات میگیره راپور میده کلی اجراءات رسمی و تقریبا در منطقه با همه کشورهای منطقه تقریبا همه کشورهای مهم منطقه ما ارتباطات سفارتی و دیپلماتیک داریم مثلا با چین سفیر ما در چین از او پروتکل برخوردار هستن پروتکلی که به همه کشورهای جهان داره شده یعنی امو اعتماد خطیر سفیر ما را در قطاری 42 سفیرها گرفته شدن پس رسمیت چی را میگه؟ ما نمیفهم که ویزای ما را قبول داره تصادیق و غیره چیزی که ضرورت هستن یا مثلا به این بخش خاص و برخاص میشه او را قبول داره از اونا سفیرشان اینجا هستن در روسیه مثلا ما سفیر داریم ما مثلا آتشهای گوناگون داریم در ایران ما سفیر داریم در قطر سفیر داریم در پاکستان سفیر داریم و در ازبکستان سفیر داریم در مثلا در قرغیزستان سفیر داریم همچنان در تقریبا 5 نمایندگی در اروپا ما فعال داریم که امرای ما ارتباط داره در کشورهای عربی ما سفارتخانه ها و کنسولگری ها باز داریم که امرای ما در ارتباط هستن احکام میگیره من نمیفهم که
امی رسمیت شناسی غیر از این دیگه چیز چی هستن؟ یعنی فقط اعلانش مانده که فقط اعلانش مانده و اعلانش هم شما میدانین ملاحظات سیاسی هستن یا فشارهای سیاسی هستن از طرفی بدمعاشای دنیا که ما خلاصتر بگیم درست پنج بدمعاش هستن در دنیا که کل دنیا را اختطاف کرده خلاص اگر ما بگیم پنج بدمعاشی که شورای امنیت میگه که در اصلش امریکا هستن انگلستان هستن فرانسه هستن و چین و روسیه هستن این همیا بدمعاشای دنیا هستن که کل دنیا امی 8 میلیارد انسان اینا اختطاف کرده و تا که اینمیا اینمی بدمعاشا و اینمی گرگا باشه انسانیت در دنیا محفوظ نخواهد باشه حالا شما ببینید در غزه چی وضعیت هستن 2 لک نفر زخمی و شهید داریم ما 2 لک نفر ما و 2 میلیون 3-4 دفعه مهاجر شده نزدیک به 40,000 شهید داریم آها یعنی 40,000 نه 60,000 20,000ش زیر چیز آوارها کشیدن بله از 1 لک زیاد ما زخمی داریم 2 میلیون نفر 3 دفعه و 4 دفعه مهاجر شده از یک جای به دیگه جای کوچ کرده از دیگه جای به دیگه جای در بدر شدن ولی انسانیت کل انسانیت خاموش هستن چرا؟ که در بین امیس 5 بدمعاش و 5 گرگای دنیا یکیش یا 2 یا 3 یا 4ش پالوش استاد هستن پالوی امی ظالم اسرائیل ولی در دنیا چیز نمانده یعنی امی این سیاست در قبال مردم افغانستان در قبال امارت اسلامی جریان داره درست 20 سال مرا کشتن 20 سال مرا بمبار کردن 20 سال مرا در بدر کردن 20 سال مرا در هر کتگوری منفی مرا در کتگوری اول بردن ولی بعد از او که ما قربانی دادیم ما مثلا به قوت ایمان و به همکاری ملت خود اینا را بیرون کردیم هنوز هم همون دشمنی را پیش میبره اینا امرای ما همون دشمنی که 20 سال در قبال ملت افغانستان اینا پیش میبردن این دشمنی را از زاویه دیگه پیش میبره چی زاویه اقتصادی باشه زاویه سیاسی باشه و تبلیغاتی و مطبوعاتی باشه دمی 3 زاویه دمی 3 میدان اینا امرای ما در جنگ هستن فعلا پس اینا وقت میخواه ولی بعد از او یعنی باز هم سیاست درست امارت اسلامی این منجر به این شده که الحمدلله ما با بسیاری کشورها رابطه خوبی داریم حتی با کشورهای افریقایی ما رابطه خوب داریم درست در چند روزهای آینده یک هیئت بلند رتبه امارت اسلامی میره طرف افریقا یک پیشرفت بزرگ هستن و همچنان با همه کشورهای منطقه و چون ما قبلا یادآوری کردیم ارتباطات ما بسیار خوب هستن و ما پیشرفت‌های خوبی داریم ما پس نمیریم در 3 سال گذشته نسبت به سال اول ما بسیار پیشرفت کردیم الحمدلله بسیار تشکر ممنونیم از حضور شما جناب آقای محمد آصف وردک روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی و از حضور شما جناب آقای عبدالحق حماد کارشناس مسائل سیاسی در استودیو راه فردا از همه شما عزیزان بیننده هم سپاس بذاریم که تا پایان این بحث و این برنامه با ما همراه بودین. بقیه وقت شما خوش. خدا یار و نگهدارتون.